خشونت خانوادگی یک مشکل جدی در استرالیا است. این یک الگوی رفتاری در روابط خانوادگی است که در آن یک شخص با استفاده از زورگویی کنترل قدرت را نسبت به دیگران به دست می آورد و آنها را حفظ می کند. خشونت خانوادگی شامل انواع مختلف خشونت جسمی، آزار کلامی یا جنسی، سوء استفاده عاطفی، کنترل امور مالی، کنترل معنوی و تعقیب است. این می تواند در هر نوع روابط خانوادگی و در همه جوامع اتفاق بیفتد. مهمترین علت خشونت در خانواده نابرابری جنسیتی تقسیم نابرابر قدرت بین زن و مرد است. غالبا این مردان هستند که معتقدند نقشهای سنتی جنسیتی را حفظ می کنند و خشونت خانوادگی انجام می دهند. در استرالیا خشونت خانوادگی یک جرم است. کسانی که به خشونت خانوادگی دست میزنند ممکن است مجبور شوند به دادگاه بروند و به زندان فرستاده شوند. قانون استرالیا با دادن حق درخواست این ترویتنش آدر یا دستور مداخله از قربانیان خشونت خانوادگی به صورت ویژه‌ای حمایت می کند. همین آدر شامل قوانین خاص است که شخص سوء استفاده کننده باید آنها را رعایت بکند. مریم و عمر پنج سال پیش به همراه فرزندان و والدین عمر به استرالیا نقل مکان کردند. از آنجا که عمر بزرگترین عضو خانواده خود است، انتظار می رود که به پدر و مادر پیر خود رسیدگی کند. اما از آنجا که کار او بیشتر وقت او را می گیرد، این مریم است که بیشتر وظایف مراقبت را انجام می دهد. تای پنج سال گذشته مریم همه کارهای آشپزی و نظافت را برای همه انجام داده است. از آنجا که او در خانه بسیار کار می کند، مریم نمی تواند از عهده کار دیگری براید. او وقت مطالعه یافتن شغل خود یا دیدار با دوستان را ندارد. پدر و مادر عمر اخیرا توقع بیشتری از مریم دارند. اگر مریم همیشه با غذای خود کند است یا کار تمیزکاری خوبی انجام نمیدهد، او را احمق صدا می کنند و او را لط کوب می کنند. پدر و مادر عمر و پسر عمر و مریم علاقه نشان می دهند. آنها به او پول و هدیه می دهند، اما هرگز چیزی به خواهرش نمی دهند. هر وقت او خانه را به هم میریزد خواهرش خانه را تمیز می کند. آخر هفته مریم دید که پسرش خواهرش را زد. مریم فهمید فرزندانش در شرایطی بزرگ می شوند که باعث می شود تصور کنند خشونت خانوادگی امری عادی است. بعد از آن روز او به عمر گفت که پسر آنها این کار را انجام داده است. وی به او گفت که پدر و مادرش چگونه با او و دخترش رفتار کردهاند و فرزندان آنها متوجه نشدهاند که این رفتار خشونت خانوادگی قابل قبول نیست. عمر از اینکه مریم از پدر و مادرش انتقاد می کرد عصبانی بود. آن روز او به او فریاد زد و او را زد و او را وادار کرد از او عذرخواهی کند. چند روز بعد مریم از یکی از دوستانش تماس تلفنی دریافت می کند. او می خواهد بداند که آیا مریم می تواند با برخی دیگر از زنان با هم غذایی درست کنند؟ مریم میگوید که نمیتواند چون خانوادهش اجازه نمیدهند که او برود. همین که دوستش بیشتر از وضعیت او میپرسد، مریم همه چیز را در مورد زندگی خود در پنج سال گذشته به او میگوید. دوست مریم به او میگوید که مجبور نیست این گونه زندگی کند. خدماتی وجود دارد که میتواند به افرادی که قربانی این نوع رفتارها هستند مشاوره و پشتیبانی کند. مریم در ملاقات با پزشک فامیلی خود مسائلی را که با خانواده اش داشته از ذکر می کند و به یکی از این خدمات ارجاع می شود. مسئول پرونده در این سرویس به مریم و عمر پیشنهاد می دهد که به مشاوره بروند و در آنجا می توانند با شخص سالس در مورد مشکلی که دارند با هم صحبت کنند. عمر موافقت می کند که با مریم برود و آنها اغلب ملاقات با مشاور را شروع می کنند. عمر شروع به درک می کند که رفتار او نسبت به مریم و فرزندان آنها چقدر مزر بوده است. هرچه می گذرد عمر به اهمیت داشتن روابط احترام آمیز و محبت آمیز با خانواده اش پی می برد و رفتار خود را نسبت به مریم و دخترش تغییر می دهد. او شروع به گذراندن وقت بیشتر با بچه ها می کند و کارهای خانه را برای کمک به مریم انجام می دهد. او مریم را تشویق می کند که با دوستانش بیرون برود و در یک دوره آموزشی که به آن علاقه دارد ثبت نام کند. او به فرزندانش اهمیت احترام را می آموزد و اینکه او و خواهرش در خانواده برابر هستند. سرانجام مریم و عمر تصمیم می گیرند اگر مکانی برای خود داشته باشند برای آنها و فرزندانشان بهتر است. فقط با چهار نفر از آنها تنش کمتری وجود دارد و همه مسئولیت های خانه را دارند و به عنوان یک خانواده شاد باید وقت بگذرانند. هر کسی مسئولیت جلوگیری از خشونت خانوادگی را دارد. حتی اگر شما قربانی خشونت خانوادگی نباشید، می توانید برای کمک به محافظت از اطرافیان خود اقدامی انجام دهید. برخی از مردم بر این باورند که برخلاف پسران، زنان و دختران بدون اجازه مرد نمی توانند رانندگی یا بیرون بروند. آنها نیازی به تحصیل ندارند آنها باید بر روی مسائل خانوادگی تمرکز کنند و در بعضی موارد مجبور به ازدواجی شوند که نمیخواهند در آن زندگی کنند. نگرش هایی از این دست باعث می شود که برخی از مردم معتقد باشند زنان از مردان کمتر هستند و باید آنها را با زور و نظم کنترل کرد. برای جلوگیری از خشونت خانوادگی این نگرش ها باید هر زمان ظاهر شوند و چالش کشیده شوند. مهم است که زنان بتوانند نحوه بیان، لباس، تحصیل و ازدواج با کسی را انتخاب کنند. در استرالیا قربانیان خشونت خانوادگی دارای حق و صدا هستند. چندین سازمان ها برای کمک و قربانیان خشونت های خانوادگی در جیلانگ وجود دارند مانند اورنج دور، مرکز حمله های جنسی و خشونت خانوادگی و خدمات حقوقی جامعه براون. همچنین رهبران انجمن و دیورسایتد می توانند به شما کمک کنند درک کنید چه پشتیبانی در دسترس است و به شما کمک کنند تا هر کمکی که نیاز دارید دریافت کنید. برای خطر فوری همیشه با سفر 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 تماس بگیرید.